کلیسای مسیح در اصل تکیه‌گاهی هست برای تمام دردمندها، برای تمام کسانی که رنج دیده در جهان هستند. انسان‌ها از هر نژادی، از هر زبانی، در هر موقعیت فرهنگی که باشند، ورودشان به این مکان دلیل آرامش و تسلی بوده. منظور کلیساهای زنده، کلیساهایی که ایستادن مطابق کلام خداوند نیز عمل کنند. از این رو در انجیل متی باب 11 آیه 28 می‌خوانیم که مسیح برای خانه خودش، کلیسا، این گونه اعلام می‌کنه: بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان، کسانی که در سختی‌ها و در مشکلات هستید، و گران باران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. بدون در نظر گرفتن اینکه باید حتما اون شخص مسیحی باشه، بدون در نظر گرفتن اینکه چون دیگر باور هست پس نجس هست، کافر هست، به هیچ وجه عیسی مسیح محدودیتی رو در کلیسای خودش نمیذاره، حتی بدون اینکه بخواد بر کسی داوری بد بکنه. و در طول 2000 سال ما شاهد بر این بودیم. حتما کلیساها و حتما شخصیت ها، حتما کشیش ها، حتما اسقفان، حتما پاپ هایی هم بودن، جنایت کردن، خیانت کردن، بدی کردن، گناه کردن، اما مطابق کلام خدا عمل نکردن. آنچه را که مسیح گفته رو عمل نکردن. انسان آزاده، به آزادی میتونه یک باوری رو اعلام کنه، اما برخلاف اون مردم دیگر رو استعمار کنه. در این موقعیت امیدوارم به هیچ وکیلی بر نخوره. در بین وکلا میتونه این گونه باشه، در بین پزشکان میتونه این گونه باشه، با توجه به اینکه سوگند خوردن. در بین دولتمندان که سوگند میخورن میتونه این گونه نیز باشه. پس بدون هیچ داوری بد، بدون هیچ محکومیتی و محدودیتی، حتی بدون هیچ انتظاری که کسایی که وارد کلیسا میشن دعا میکنن، دعاشون اجابت میشه، حالا حتما باید یه نذری بدی. مسیح رو اعلام نکرده، کلام خدا می رو اعلام نکرده. حتما به شرطی دعای تو اجابت میشه. من که یک مسلمان بسیار متعصب بودم، وقت نیست، قبلا هم اعلام کردم که کشیش رو توی سوئد از خونه خودم انداختم بیرون فقط به خاطر اینکه من کتاب مقدس رو داد. وقتی که وارد خانه او شدم با یک دعا خداوند با فیضش دختر منو شفا داد. هرگز کشیش من نگفت توی ایران که تو دینت چیه، باورت چیه. تازه من به اون گفتم من نمیام وارد سالن بشم. البته روم نشد بهش بگم، چون می‌خواستم بگم من بیام وارد سالن کلیسا بشم بعد من نجس میشم. روم نشد، نگنه بهش میگفتم. ولی اون اومد، لطف کرد، اومد توی محیط حیات کلیسا، کشیش وارتان عزیز، و برای دختر من دعا کرد. و همون شب من خواب دیدم که مسیح دختر منو شفا داد و فردا به دکتر مراجعه کردم و دختر من بعد از 5 سال شفاشو گرفت. پس هیچ محدودیتی کلیسای مسیح برای ما نگذاشته که ما در این، اما آیا ما میتوانیم این اعتمادی که امروز در این کلیسا هست، بین ما و مسیح هست، این اعتماد رو بین همدیگه داشته باشیم؟ آیا این اعتماد رو ما میتونیم در جامعه که زندگی میکنیم، حالا مخاطب شما هر کسی که هست، آیا این اعتماد هست یا نیست؟ از نظر من نیست. شاید همین الانم که من اینجا هستم مورد اعتماد خیلی شما نباشم، عذر میخوام، شاید خیلی از شما هم مورد اعتماد من نیستید. اگر محبت مسیح در من و در شما عمل نکنه، که صبر و تحمل رو نیاره، ما به هم دیگه به راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم و این اعتماد نخواهد بود، چون وعده شکنها متاسفانه نسبت به موقعیت اعتماد تأثیر در زندگی همه ما گذاشتن. هرچند ریشه این بی‌اعتمادی نسبت وعده ها برمیگرده به فریبی که شیطان در باغ عدن به آدم و حوا داد، و بعد از اون شاهد بر این هستیم، نه تنها در کتاب مقدس که در پیدایش باب 27 میبینیم یعقوب پدر خودش رو، اسحاق رو فریب میده تا برکت رو بگیره. در طول تاریخ همه انسان‌ها در هر جایگاه‌هایی که اگه بودن، به عنوان پدر، مادر، خواهر، برادر، رئیس جمهور، رهبر، دکتر، تو یک جایگاهی قرار گرفتن، دانسته و ندانسته متاسفانه باعث بی‌اعتمادی شدن و این بی‌اعتمادی رواج پیدا کرده.
پادشاهی نیمه شب از خواب وقتی بیدار میشه میبینه خوابش نمیاد، میره یه دوری میزنه توی قصر رو، بعد میره بیرون اینجوری نگاه میکرده، میبینه نگهبانا دارن نگهبانی میدن، ولی نگاه میکنه میبینه یه نگهبان با یه لباس خیلی کمی داره نگهبانی میده، هوام چقدر سرده. میره کنارش میگه تو چرا اینقدر لباسات کمه؟ میگه الان 3-4 روز من منتقل کردن اینجا، لباسام هنوز نیومده. میگه خب سردت نمیشه؟ میگه چرا اتفاقا پادشاه من خیلی سردم میشه، اما چاره ای ندارم، تحمل میکنم. میگه همینجا باش، من الان میرم برات چند تا پتو میگم بیارن یا خودم برات میارم. پادشاه میره تو و مشغول کارای قصر میشه، فراموش میکنه. بعد میره میخوابه و صبح خواب بلند میشه، یکی از مامورین میاد گزارش روزانه رو بهش بده. در کنار میگه متاسفانه یکی از نگهبانایی که بیرون حفاظت میکرده از قصر فوت کرده. میگه چی شده؟ میگه اتفاقا تو دستش کاغذ مچالم هست که اگه اشکال نداره بهتون بدم، چون بالاش داره برای شما این گویا نوشته، برای پادشاه نوشته. میگیره مینه، بله نوشته: ای پادشاه، من تو این چند روزی که هوا خیلی سرد بود تحمل کردم این سرما رو، اما زمانی که شما به من قول و وعده دادی این وعده رو نتوانستم تحمل کنم و این شد که دیگه نمیتونم بیشتر از این بمونم. و اون فوت میکنه. وعده ها میتونه برای ما فاجعه ایجاد کنه، زمانی که عملی نمیشه، زمانی که ما دل میبندیم. پس بی تاثیر نخواهد بود. حتی در عهد و قولهای رسمی و قانونی که بر حسب این گذاشتن، وقتی که دیدن که وعده ها عملی نمیشه، باشه که یه سندی باشه، باشه که یه سوگندی بخوریم، باشه که ما اعلام بکنیم که این عهد رو. اما وقتی که قلبی نیست هیچ سودی نداره. دختران و پسران ثروتمند در دنیا جشنای آنچنانی میگیرن، میلیون ها دلار چه بسا خرج میکنن برای ازدواجشون، اما غافل از این که وقتی که همدیگر رو نمیخوان با اون همه رسم و رسومات از هم جدا میشن و طلاق میگیرن. و ما چقدر بیشتر، من و شما، شاهد بر وعده های 43 سال دولتمندان جمهوری اسلامی بودیم که اختلاس ها کردن، با سوگندهایی که خوردن، با نظارتهایی که روی خودشون قرار دادن و شکایتها به مراجع قانونی حتی در عموم مردم، همه این نشان دهنده این هستش که حقیقتا نتوانسته همه وعده ها و قول ها پا بر جا باشه. حتی سوگندم نمیتونه کاری بکنه. چرا ما سوگند میخوریم؟ چرا ما قول میدیم؟ به خاطر اینکه بتونیم به مخاطبمون ثابت کنیم درستیم، حقیقت میگیم. چرا رسمیش میکنیم؟ چون اعتماد نیست. از این رو هستش که مسیح در انجیل متی 5:33-37 اعلام میکنه، به شاگردان خود میگه به هیچ وجه سوگند نخورید، بر از قولم ندید، به هیچ وجه سوگند نخورید، نه به خود نه به آسمان، بلکه سخن شما بلتون بله باشه و نه شما نه، چرا که زیاده از شریر هست، از شرارت میاد. گویا داری یه فریبی رو میخوای ایجاد کنی، میخوای مخاطبت رو فریب بدی. از این رو هستش که سعی میکنی کسب یک چنین موقعیتی انجامه. متاسفانه ما ایرانی ها چون از نظر فرهنگی توی یک موقعیت رابطه‌ای رو درواسی داریم یا نداریم؟ داریم. اهل تعارف هستیم و یا نیستیم؟ اهل تعارف هستیم. توی این موقعیت‌ها تصور می‌کنیم اگر ما رک یک شخصی به ما چیزی رو میگه و ما یه قول صمیمی ندیم، یه سوگند نخوریم، اون باور نمی‌کنه. پس خیلی سخته از این رو سوگند می‌خوریم که مخاطب خودمون رو متقاعد کنیم. قولهایی رو میدیم با توجه به اینکه چه بسا اصلا اهلش نیستیم. البته این صدق میکنه برای ماها که از ایران اومدیم به سن بالا، مثل من که جوونم، شما رو نمیدونم. اما بچه‌هایی که اینجا بزرگ میشن از نظر فرهنگی کاملا متفاوت هستن. من یادم هست بعد از 7-8-10 سال که توی آمریکا بودیم، حالا ساحر جان بود، ونوس بود، وقتی بهشون میگفتم بابا این کارو بکنید، خیلی رک به من میگفتن نه نمی کنیم.
دو سه دفعه این موضوع پیش اومد، نه نمیریم نه نمیخوایم. گفتم بابا آخه درستش نیست اینجوری بگی، حداقل یه مکسی بکن، یه خورده با یک ملایمت به ما بگی، آخه همینطور صفت میگید نمیکنیم نمیریم. گفتم خب این درستش، ما نمیخوایم دروغ بگیم. واقعا برای من سخت بود، همین الانش هم سخته. همین الانش هم اگر یه نفر میاد من میگه بعد رسول، بر فرض بگیریم نوع خدمت ما اینجا هستش، سوء تفاهم نشه خواهش میکنم، مثلا وارد کلیسا میشه همون روز اول بگید منو تعمید بدید، نمیتونم بهش بگم نه فلان، سعی میکنم یک ساعت براش توضیح بدم، حاشیه برم، این قانونه، این فلانه، تا دل اون نشکنه. ما این گونه هستیم، ولی اینا که اینجا بزرگ میشن این گونه نیستن. رک صحبت میکنن و انتظار اینو ندارن که برای چیزی که نمیخوان حاشیه برن. اما همون گونه که عرض کردم، این نوع سبکی که ما درش بودیم، این نوع قولهای ما، این نوع وعدههای ما که نتوانستیم سفت و محکم صحبت کنیم با مخاطبینمون، گاهی فاجعه ایجاد میکنه. شاید همه ما ندیدیم و شاید شنیدیم زنی به نام یاقوت که در میدان فردوسی بود. چند نفر یادتون هست؟ چند نفر دیدید این زنو؟ برابر. لباسش چه رنگی بود؟ قرمز بود. این زن 30 سال تمام می آمد توی میدان، اطراف میدان فردوسی راه می رفت و یه قسمتی می ستد. من خودم هم دیدم. حتی کفشش، حتی اگر کلاهی داشت، حتی بند ساعتش، همه قرمز بود. کسانی که اون اطراف میدان فردوسی کسبه بودن، زندگی می کردن، اونها همگی بر این باور هستن که او دوست پسری داشته که به او وعده داده بوده برای روزی که میاد اینو ببره برای عقد ازدواج، از اون خواسته که لباس قرمز بر تن کنه. هرچند فیلم کوتاهی رو برای او درست کردن، حتی شعر براش خوندن که برای این شخص، حتی اگر اشتباه نکنم در انگلیس چند سال پیش چند تا زن با لباس قرمز به مناسبت او رفتن توی محلی وایستادن که ثابت کنم. اما ببینید این زن با یک وعده 30 سال تمام تا سال 1362 اونجا بوده، انقلاب هم که میشه روسری قرمز سرش میکنه، ایستاد وعده این کار رو میکنه. اون زن موضوعش هرچند تموم شده، اما موضوع من و شما میدونید تموم نشده. اون زن لباس قرمز بر تن کرد، ولی ما خیلی موقع‌ها ذهنمون اون لباس رو میپذیره، اون وعده رو. وقتی به یک نفر وعده میدیم، تا زمانی که بهش نگیم من اشتباه کردم، این وعده‌ای که به تو دادم نمیتونم انجام بدم، این پرونده، این کیس بازه، هوشیار باش، این کیس هنوز بازه، هنوز منتظریم. اون زن با لباس قرمز خودش رو نشون داد. خیلی ماها تو ذهنمون این لباس بر تنمونه، هنوز منتظر هستیم. توی دوران کرونا همه میدونید سازمان‌ها و شرکت‌هایی بودن که گفتن ما به شماها وام میدیم، حتما چند نفرم گرفتن. خود من و بعضی از عزیزانی که تو کلیسا هستن، به خاطر شرایط مالی سختی که تو کلیسا برای ما به وجود اومد و همچنین برای زندگی خودم، من تقاضای اون وامو کردم، رفتیم تقاضا کردیم و الان فکر کنم بالای 1 سال باید باشه گذشته باشه. این سازمان هنوز به ما اطلاع نداده که این وام شما میتونید بگیرید یا نمیتونید بگیرید. هیچ اطلاعی به ما نداده. ما رو ولا تکلیف گذاشته. باور میکنید ما چند نفری که همدیگر رو میشناسیم، وقتی به همدیگه میرسیم سلام علیک میکنیم، بلا فاصله به هم میگیم چه خبر دوده، با هم میگیم چه خبر از این وامه. این کار تو ذهن ما هست. یاقوت فقط اون نبود، یاقوت تو ذهن من و تو هم داره کار میکنه. پس مواظب باش، وعده‌ای که بچت میدی، وعده‌ای که به همسرت میدی، وعده‌ای که به دوستت میدی، اگر میتونی انجام بدی انجام بده. اگر نمیشه بهتر هستش که درباره‌اش هیچ صحبتی نکنیم، چرا که باعث خواهد شد که ما در موقعیت بدی قرار بگیریم و جایگاه دیگه اسیر باشیم. شاعری اعلام میکنه: عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، عهد با پیمانه بندم، شرط با ساغر کنم. تو ذهنم موقعیت درست نمیشه، اصلا درست شدنی نیستش، اما من خودم را در جایگاهی متاسفانه اسیر کردم.
اینک ما به عنوان مسیحی ها این هوشیاری رو داشته باشیم. اینجا خانه خدا خانه این نیست که ما فقط عبادت کنیم. آمدیم در حضور خدا از کلام خداوند یافته‌هایی دلیل زندگی خوب ما بشه. من و شما فرزندان خدا هستیم. ما مسیحی هستیم. ما مذهبی نیستیم. ما لا مذهب هستیم. مذهبی ها حرف میزنن. مسیحی ها عمل میکنن. باید این گونه باشه. در غیر این صورت ما مسیحیان مذهبی هستیم. پس ما نیز باید اعمالمون از سخنانی که نشأت گرفته از ایمان ما هست اثبات کنه آنچه که اعلام میکنیم. در غیر این صورت ما فقط یک سخنگو بیش نیستیم، فقط سخن میگیم. پس نمیتوانیم آنچه را که درست هست رو ما اعلام بکنیم. مانند اون چوپانی خواهیم شد که وقتی توی طوفان با گله‌ای که داشت، گوسفندایی که داشت قرار گرفت، گفت خداوند منو از این بند و این گوسفندا رو از این طوفان رهایی بده، من همه گوسفندامو به تو میدم. وقتی تموم شد این طوفان، دید دیگه داره هوا آروم میشه، گفت خداوند تو خود اینقدر گرفتاری و مشکلات و سختی‌ها داری، حالا این گوسفندا میاد یه باری میشه، این گوسفندا مال من پشمشو با کشکشو میدم به تو. دیگه وقتی دید داره میرسه نزدیک خونه، امنیت همه چی رو گرفته، یا آخه خدایا آخه این پشم و کشک تو این همه ثروت داری به چه درتون میخوره؟ و میگه چه پشمی؟ بقیه شما بگید چه کشکی. و این هوشیاری رو باید داشته باشیم. ما جزمون موقعیت ها قرار نگیریم. و باز شاعری اعلام میکنیم، هر عهدی که بستم من بشکست دل شیدا. دلتو بده تو دست دل خدا. این دنیا ما رو اسیر میکنه. هر عهدی که بستم بشکست دل شیدا. دل را دگر دارد، من رأی دگر دارم. اون یه رأی دیگه داره، من یه فکر دیگه دارم. فکرمون کجاست؟ اما بریم از کلام خداوند یافت کنیم. خسته که نیستید؟ دل شکسته که نیستید؟ خواهش خدا. پس یه دست بزنید برای خودتون. یه لحظه بیستیم. یه لحظه. هللویا. یه دست بزنید برای این مسیح. بفهم خواهش کنم. بفهم. این هم یه شگرد، یه کسی اگه میخواد بخوابه نخوابه. مزاح میکنم. بله. نام یعقوب 2:14-26 این باب رو یعقوب در اصل داره اشاره میکنه به کلیساها که مبادا کلیساها ریاکاری کنن، چون مسیح و خدا یهوه از ریاکاری متنفر بود. کلمه خوبی نیست، اما خدا متنفر بودش از کسی که فقط حرف میزد، فقط بیان بود، عیان نبود. بله بفرمایید. دارم وقتی که عمل ندارد، آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ حقیقتاً چه سودی داره؟ البته اینجا هوشیار باشیم، ما در قلمروی نجات و رستگاری وقتی به مسیح ایمان می آوریم ما وارد ملکوت خدا شدیم، اما در ادامه اون می باید برای نجاتمون عمل داشته باشیم. نمیتونیم بگیم فقط ایمانه، پس عمل لازمه زندگی ما باید باشه. بله؟ پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما به دیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، پس ایمان، عذر میخوام، ایمان به اعلام نیست فقط، ایمان به تعمید نیست فقط. بگید من تعمید گرفتم، من مسیح هستم. اصلا این گونه نیست. امیدوارم به هیچ مسیح زاده‌ای بر نخوره، هرچند در جمع مسیح زاده‌های عزیز هستن، از گلندرم لطف کردن تشریف آوردن. تولد تازه رو مسیح گذاشته. تولد تازه یعنی چی؟ یعنی من باید متولد بشم. اجداد من به مسیح ایمان آوردن، اونا متولد شدن، چه ربطی به من داره؟ منم باید متولد بشم. پس باید تحقیق کنیم. با تحقیق اگر قلب ما گواهی داد، تاییدمون شد، ایمان میاریم. اگر تاییدمون نشد اصلا اشکال نداره، ایمان نیاریم. چه لزومی داره چیزی که من باور ندارم ادعا کنم که من ایماندار هستم؟ برای چی باید ادعا؟ خدام نمیخواد ما چنین ادعایی بکنیم. پس بنابراین حتی ایمان مطابق کلام خداوند
اگر فقط بسنده به دعا میکنی، بسنده به کلام میکنی، بسنده به کلیسا میکنی، حتی مثل من داری خدمت میکنی، اما در اعمالت نسبت به کلام خداوند ضعیف هستیم، این تایید کلام خدا و زندگی خوب نیست، زندگی سالم نیست. نه خدا میخواد، نه خلق خدا میخواد، هیچ کس نمیخواد چنین زندگی رو. باید مطابقت بکنه اعمال ما با سخنان ما. بله. لکن ما یحتاج بدن را به دیشان ندهد چه نفع دارد؟ چه نفعی داره؟ حالا ادعا میکنیم ما فرزند خدا هستیم، گواهی داریم، ما هزاران گواهی داریم که مسیح کمک ما کرده، شهادت ها داریم به اصطلاح، معجزاتی تو زندگی من انجام داده. خب سهم من کجاست؟ من چه کارم؟ من کجا هستم؟ من چه کاری رو تا به امروز انجام دادن؟ شخصی داشت توی خیابون رد میشد، دید یه شخصی که داره میگه کمک کمک کنید، چند تا کتابم جلوش هست. گفت برم یه کتاب بردم، یه پولم بهش بدم، حداقل اون پولی که میدم یه کتابی هم گرفتم. بعد میره اونجا میبینه اوه چه بوی الکلی هم میده، همینطور هم داره مشروب میخوره. بعد میاد کتابا رو نگاه میکنه، میبینه کتابا نوشته چگونه از ترک اعتیاد الکل آزاد شوید، مضرات مواد مخدر و الکل. بعد میگه ای بابا تو اگه اینا رو میفروشی حداقل خودت هم بخون. بعد میگه بیا جلو، بیا جلو. میگه چی؟ صفحه اولو باز میکنه، میگه این اسم رو میبینی؟ میگه آره. میگه این اسم خود منم، نویسنده‌ش هم خودم هم. واه. مانند اون شخصیه که میره به کشیش میگه که آقای کشیش من به این زنم هر چی میگم انجیل بخون نمیخونه. میگه آخه یعنی چی؟ میگه نمیدونم. میگه برش تو بیار اینجا ببینم حرف حسابش چیه. زنه رو میاره، میگه میگم تو چرا این بهت میگم انجیل بخون چرا نمیخونی؟ خب بخون. میگه من حرف بدی نمیزنم، من بهش میگم اول تو بخون بعد من میخونم. خیلی موقع ما اینجوری گیر کردیم و ما ایرانی ها به طور خاص آسیب خورده این موقعیت ها هستیم، موقعیت های مذهب از این رو هست. به راحتی 90% مردم جهان و به طور خاص مردم ایران ما مسیحی ها رو مذهبی میبینن، مذهبی میبینن، چون قلبشون رو در حضور خدا باز نمی کنن این کلام رو بخونن. تصور می کنن کسایی که باید تعلیم دهنده باشن، کسانی که باید مردم رو راهنمایی کنن، یا حقیقتا آسمان باز باشه یه نفر بپره پایین بگه من پیغمبرم، اون میتونه راهنمایی خوب باشه، یا باید پروفسور باشه. ما از آدم هایی که کم خوندن، کم مدرک دارن، پوزیشن آنچنانی ما چی می خواهیم یاد بگیریم؟ ولی این کلام خداوند حکمت میده. شخصی بی سواد مثل من رو به خدمت بگیره، شخصی مانند کشیش مارتین لوتر رو بتونه کمک کنه تا آپارتاید و تبعیض رو از این سرزمین برداره، و هزاران کشیش دیگه، خادمین دیگه. بله. همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است، بلکه کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. ما اگر تصور بر این بکنیم که یعقوب داره اشاره فقط میکنه به این که بریم دیگران رو محبت کنیم، خب خیلی ها دارن محبت میکنن، سازمان های خیریه بسیاری هستن که اصلا به هیچ وجه هم اونها ادعا نمی کنن تو خدا را هم قبول دارن، کاری به خدا ندارن و دارن محبت میکنن. موضوع یعقوب اینه آنچه که بیان میکنی بهش عمل کنید. باز من میخوام برگردم به دوران کودکیم که الان جوان هستم. 43-44 سال پیش خود من در بهشت زهرا با یک فاصله انقدری با خمینی بودم، پدرم من آورده بود. از اون جایی که ملت ایران به خمینی گفتن امام، خمینی هم خواست یه چیزی بگه این مردم اونو خوشحال کنه، حالا مردم رو خوشحال کنه، اونم در اومد گفت من به شما وعده هایی میدم تمام. یه وعده هایی داد، آب مجانی، برق مجانی، همه اینا رو گفت مجانی. چرا؟ چون اینم خوشحالشون کنه. وعده ها این گونه عمل میکنه. وعده ای که تو خالی هست، مردم که نمیشناختن خمینی رو، چگونه خمینی رو میشناختن که چنین اشتباه بزرگی کردن؟ نمیشناختن. هوشیار باش توی بیزینست، هوشیار باش تو ازدواجت،
هوشیار باش تو رابطه هات، احساساتی عمل نکن. ملت ما 44 سال پیش احساساتی عمل کرد، نمیشناخت خمینی رو، بهش گفت امام و اونم وعده هایی داد که قضیه بشه تمام و سر این ملت متاسفانه کلا گذاشتش اینا. ولی امروز داریم ما موقعیت ها رو میبینیم که در چه جایگاهی ملت ما توی این رنج ها قرار گرفتن. پس اگر به یک وعده به یک نفر میخوای دل اونو خوش کنی، اونم به تو یه وعده میده. هر کی میخواد باشه، وکیله، دکتره، کسیه که شما رو به عنوان متخصص میشناسه، اونم به تو یه وعده میده که شما رو خوشحال کنه. کشیشی میره تو یک روستایی و بعد از اینکه موعظه‌اش تموم میشه، یکی از این کشاورزا میاد میگه چقدر حرفای قشنگی زدی، خیلی لذت بردم. بعد از اینکه کارات اینجا تموم شد، لطفاً بیا یه سری به خونه من بزن، دو تا کیسه برنج میخوام بهت بدم. کشیشم واقعا خوشحال میشه، منم بودم خوشحال میشدم. و کارش که تموم میشه میره در خونه رو میزنه و میگه من اومدم اینجا. میگه برای چی اومدید؟ میگه برای دو تا کیسه. میگه ای بابا تو اون بالای حرفای زدی، من خوشم اومد، گفتم منم یه حرف بزنم تو خوشت بیاد. دنیا رو وعده های تو خالی با مام تو خالی عمل میکنه. پس نمیتونیم بگیم یه وعده میدم، یه قول میدم، یه قول میگیرم، یه قول تو خالی، یه قول تو خالی به تو میده. بله؟ تو ایمان داری که خدا واحد است، نیکو میکنی. شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. ولیکن ای مرد باطل، آیا میخواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل است؟ باطله، کاری نمیکنه. 44 سال تمام این وعده ها دلیل این همه کشتار شد. خدا رو شکر امروز به خاطر تکنولوژی، اینترنت و شرایطی که هستن، نسل جوان، حالا دهه 80، دهه 90، 70، اونقدر به اون آگاهی رسیدن که میگن ما دیگه نمیخوایم اینها بر ما حکومت بکنن. ولی شخصی مانند خود من، بهترین دوستانم رو از دست دادم. 80% بارها بهتون گفتم 80% از دوستای من اعدام شدن، به شرایط خیلی سخت اعدام شدن. اگر دختر بودن بهشون تجاوز کردن، اعدام کردن، و اگر پسر بودن کشتنشون، شکنجهشون کردن، اعدامشون کردن. از این رو هست با وعده های سر خرمن نریم سر کار، ولی وعده سر خرمن هم به کسی به عنوان فرزند خدا لطفاً ندیم. شاعری اعلام میکنه هر وعده که دادن به ما باد هوا بود. بود یا نبود؟ هر وعده که دادن به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتن غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردن، این شیوه از این قاعده ها رسم کجا بود؟ من میگم رسم کجا بود، رسم اسلام بود، از خود اسلام بود. چون وقتی که خمینی دروغ میگه بهش میگن تو گفتی این حرفا رو؟ گفت من تقیه کردم، من برای نجات اسلام اینو گفتم. و ما میدانیم که در قرآن برای نجات اسلام، برای صلح بین دو نفر و برای توی جنگ اجازه میده تقیه کنن، دروغ بگن. پس ما میدونیم آنچه که این شاعر داره اعلام میکنه. رندان به چپاول سر این سفره نشستن، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود، اجدادمون بود. امروز ما این کارو نکنیم، هوشیار باشیم. امروز اجازه ندیم. اگر دانش این رو داریم که باوری به نام اسلام هرگز نمیتونه امنیت بیاره، اجازه ندیم در ذهنیت ما و اطرافیانمون کار کنه. بازم میخوام بگم، نمیخوام سوء تفاهم بشه، خدمت من و خدمت کلیسای مسیح، خدمت این کلیسا مال مسلمانان هست. من عاشق همه مسلمانان هستم که این حقیقت رو درک کنن و بفهمن. و بارها گفتم جانم هم حاضرم بدم. و وقتی گفتارم رو میبینید، این گفتار برای امروز نیست. 12-13 سال هست من در این کلیسا این گونه صحبت میکنم. الان 2-3 ماه هست بعضی از کشیشا دارن یه خود خدا رو شکر صفر صحبت میکنن. بعد ادامه میده، پس رندان به چپاول سر این سفره نشستن، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردن، شکستن، دو دریدن، دو تکاندن، هرچند در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتن چنینیم و چنانیم. دریغا 1400 سال گفتن اجداد ما نرفتن تحقیق کنن. گفتن چنینیم و چنانیم و دریغا، اینها همه لالایی خواب ماندن ما بود. ای کاش
در دیزی ما باز نمی بود. ای کاش در دیزی ما باز نمود. یه خود تحقیق میکردن اجداد ما، یه خود صفت میستنیم، یه خود رک بودیم، نمیگفتیم آخ من تو رو درواسی اونم. اگه الان بگم اینجا اسلام، من یادم هست مادر بزرگ من وقتی قرآن میخون قرآن رو باز میکرد چی میگفت؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. اصلا توشو نخون سوره نساء آیه 34 میگه شوهرش میتونه اونو بزنه. اصلا قرآن رو نخون که ارزش زن در اسلام نصف مرده. دو تا شاهد زن باید باشه، یه شاهد باید مرد باشه. توی قرآن رو نخوند که مرد باید میتونه 4 زن داشته یا بی نهایت صیغه داشته باشه. اونجا پر تبعیضه. اون رو مادر بزرگ من نخوند. از این رو میخواست مسلمان بشه. ای کاش در دیزی ما باز نمی بود، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. ای کاش، ولی نیستش. اگه شرم و حیا بود دیروز ما نباید شاهد باشیم دوباره دو تا جوان ما رو کشتن. عزیزان، ایرانیان با هر باور و اندیشه‌ای که هستن خواهر و برادر من و تو هستن، سرمایه سرزمین عزیز ما هستن. یک نفر اعدام میشه، یک نفر از خانواده من و تو رفته، اینو بدون. یک نفر از موقعیت‌هایی که در آینده میتونه سرزمین عزیز ما رو به جایگاه خوب برسونه از پیش ما رفته. پس امروز این آگاه رسانی رو به همه بکنیم. ریشه این رنج‌های ما همون باور اسلام است. چه خوشایند باشه برای خیلی یا چه نباشه، این حقیقت تلخی است که باید بپذیریم. بله، آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد؟ وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید، می‌بینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید. اما وعده حقیقی خدا وعده‌ای هست پایدار. در این کلام بیش از 300 پیشگویی آمده که خدا نجات دهنده را می‌فرسته. و 2000 سال پیش این نجات دهنده فرستاده شد و آمد مطابق اون وعده ای که داده شده، تا مرهمی باشه برای تمام دردها و رنجهای همه انسانها. در مزمور 94 18 میخوییم که اعلام میکنه در کثرت اندیشه های دل من تسلی های تو جانم را آرامش میبخشد. پس اگر دلت میگیره، اگر پریشان حال هستی، اگر نگران هستی، قبل از این که پیش دکتر بری حتما برو، پیش روانشناس بری حتما برو، پیش دوستت بری حتما برو، پیش کشیشت حتما 100% برو. ببینم تو وقت داره شوخی بکن. اول برو در حضور خدا تا تو رو تسلی بده، تا تو رو آروم کنه. تسلی های او هستش که مسیر رو برای تو باز می‌کنه، چون وعده‌ای که اون به تو میده وعده‌ای پایدار خواهد بودش. همچنین در مزمور 111 میخونیم آیه 9 میگه فدیه‌ای برای قوم خود فرستادم و عهد خیش را تا ابد عهد خواهم فرمود. تا ابد با ما هستش. حالا ما توی موقعیت سختی قرار میگیریم، شیطان به ما حمله میکنه، حمله کنه، خدا سپر هست. اگر روز کریسمس شیطان به شمعون عزیز حمله کرد اونگونه، شمعون جان باید اینو بدونه، منم باید بدونم خدا سپر من بوده. اگه خدا سپر من نبود که داغون داغون شده بودم. خدا سپر تو بود شمعون جان که حفظت کرد. چراغ قرمز رو تو اشتباه کردی رد شدی، ولی خدا از تو حمایت کرد. این کارا رو مهم میکنیم. وعده او همیشگیه، پایداره. وعده خدا رو بپذیر، به وعده خدا بایست و وعده هات رو نزد دیگران و وعده های دیگران رو نزد خودت تحت پوشش اون ببر. بله. و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید. آمین. و دوست خدا نامیده شد. پس میبینید که انسان از اعمال عادل شمرده میشود، نه از ایمان تنها. دو اصل رو میخوام بهتون بگم برای اینکه روی وعده های خدا بیست. اصل اول اینه که شما در حضور خدا این امید رو داشته باشید که با امید زندگی کنید. در عبرانیان 10:23 اعلام میکنه اعتراف امید را محکم نگاه دارید، زیرا که وعده دهنده امینه. چگونه؟ کلامشو بخون، صبح وقت بذار،
چگونه وقتی به این میشه یک دکتر، دکتر میگه کلسترول داری، باید اول این قرصتو بخوری. من دیدم خیلی از عزیزان موقعی که خوردن خوراک هست دارن خوراک میگن ای وای قرص کلسترول رو نخوردم، قرص فلان رو نخوردم، خیلی هم ناراحت میشه. وای چی شد؟ حالا چی نمیشه؟ وای بابا مثل همه یه غیرتی برای کلام خدا داشته باشیم. صبح که بلند میشم کلام خدا رو بخونم، با خدا وقت بذارم. کلیسا تو بیا، قابل درکه ماهی یه دفعه اتفاقی میفته موضوعه، ولی کلیسا تو رها نکن، چون اینجا تو تغذیه میشی. هرچند موضوعاتو شاید خیلی موقع فکر کنیم داریم تکرار میشنویم، اما این تکرار لازمه وجود زندگی روح و روان من و رابطه های من هستش. نکته دوم صبره. صبور باش توی وعده های خدا. عبرانیان 10:36 میگه زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده و وعده را بیابید. میابید. نترس. بیست. بعدیش. ببین. میتونیم با هم بگیم نترس. بیست. ببین. و مطمئن باش که موفق خواهی شد. بله؟ و همچنین آیا راه‌ها به فاحشه نیز از اعمال عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راهی دیگر روانه نمود؟ زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. آمین، آمین. میتونیم برای کلام خداوند دست بزنیم و مطمئن باشیم که خداوند میخواد مطابق فیضش ما را برکت بده. عزیزان فکر میکنم امروز بروشور به اندازه کافی نبوده، کم بوده، با عرض پوزش. میتونید عکس بگیرید از نکاتی که اعلام میشه. نکات میتونید داشته باشیم از بیان تا عیان. نکته اول میتونید عزیزان عکس بگیرید اگه دوست داشته باشید. سخنان صلح آمیز در عمل مؤثر میباشد و اعتماد به رحمت خدا دلیل پیروزی آن خواهد بود. گفتیم پیروزی عزیزان، شما می‌خواستید بیاد کلیسا، می‌خوام موضوع پیروزی، شما پیروز شدید اومدید کلیسا الان، درسته؟ حالا مرحله بعدی داریم ما. نکته دوم سخنان آموزنده در عمل ثابت می‌شود و اعتماد به حکمت خدا دلیل موفقیت خواهد شد. حالا شما اومدید اینجا، پرستشی رو دیدی، لذت بردی، کلام رو شنیدی، می‌بینی وای حس خوبی داری، تو موفق شدی، بیهوده اینجا نیومدی. پس اول پیروز شدی رسیدی، دوم موفق شدی. حالا نکته سوم سخنان تسلی دهنده در عمل آشکار میشه، که تسلی رو ما از روح القدس میگیریم که اینجا هست. سخنان تسلی دهنده در عمل آشکار میشه و اعتماد به عدالت خدا دلیل فیروزی آن خواهد بود. فیروزی یعنی اینکه شما کلیسا اومدید، کلام رو شنیدی، لذت بردی، حالا پر از قوت شدی، اقتدار شدی، امید شدی، شادی شدی، راهی زندگیت میشی. موضوع کامیابی هم میذاریم برای هفته دیگه که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. پس این برکت رو تو گرفتی، با این برکت زندگی کن و بدون این وعده عزیزان، وعده کلام خدا وعده سر خرمن نیست. وعده ای نیستش که ما رو در یک جایگاه اشتباهی میخواد قرار بده. وعده ای هست که با تو هست، تو رو سر کار نمیذاره، منو سر کار نذاشته. بعد از 20 چند سال به مسیح ایمان آوردن، چرا ایستادم؟ چرا دیگر عزیزان ایستادم؟ چرا برادری مانند یوسف جان، آلکس عزیزم که از پیشکسوتان بسیار قدیمی هستن و دیگر عزیزان، مازیار جان، هیلبر عزیز و و و و، چرا ایستادیم همه ما؟ چرا ایستادیم؟ چون وعده هاش درست بوده. شاید به خیلی از وعده های خدا نرسیدی، اما امید داشته باش، صبور باش، خواهی رسید. مطمئن باش، شک نکنید. یک بار دیگه نترسیم، بایستیم و ببینیم، موفق خواهیم شد. خان ثروتمندی در یک روستایی در زمانهای قدیم وقت خودش رو، راز و نیاز خودش رو با الاغی میذاشت که داشت، و این الاغ چون از دوران به اصطلاح بچگیش کره‌ایش بزرگ کرده بود، روی این یک وابستگی خاصی داشت و همش میرفت با این الاغش صحبت میکرد. اطرافیان بهش میگفتن آخه این کار درستی نیست تو میکنی، چون که تو داری وقت با یه حیوان میذاری، با اون صحبت میکنی، اون که چیزی نمیفهمه. چون بهش میگفتن چیزی نمیفهمه، این تصمیم گرفت که به اون کاری کنه که صحبت کردن رو یاد بگیره. اعلام کرد هر کسی به این الاغ حرف زدن یاد بده، من 1000 سکه طلا میدم.
اومدن تمام خادمینش اعلام کردن و هیچ کس نیومد. نهایتاً یه پیرمردی اومد گفتش من این کارو میکنم، من تجربه‌ام دارم، ولی شرط داره. گفت شرطت چیه؟ گفت اول من 500 سکه میگیرم و بعدم تا 10 سال بعد به من فرصت بدی. اینم دید راهی نداره، چون میخواست به همه ثابت کنه اگه با یه الاغ صحبت میکنه واقعا کارایی داره، قبول میکنه. وقتی که میره به سمت خونش به خانومش میگه، خانومش هم خیلی پیر بوده، میگه این چه کاری بود تو کردی؟ آخه تو تا الان به کدوم الاغ صحبت کردن یاد دادی؟ گفت بابا ول کن، چه کار به این حرفا داری؟ من 10 سال زندگیمو تضمین کردم از نظر مالی، من پیر، الاغ پیر، خانم پیر، بالاخره تو این 10 سال یکیش میمیره. وعده خداوند تو خالی نیست، مثل وعده های دنیا نیست. باور کنید توی دنیا همینجوری به من و تو وعده دادن، پولامونو گرفتن، عمرمونو گرفتن، وقتامونو گرفتن. بسپار خودتو به خداوند، تصمیم جدی بگیر، تصمیم جدی بگیر. آخرین آیه رو با هم دیگه بشنویم لطفا و بعد میخواییم با هم دعا کنیم. لطفا آخرین آیه رو سپاسگزار میشم. ای فرزندان محبت را به جا آریم، نه در کلام و زبان بلکه در اعمال و راستی. آمین آمین. با این آیه این هفته کار داشته باشید، بخونید، حتی شده حفظش کنید توی زندگیتون، نه برای ثوابش، برای اینکه شخصیتمون رو عوض کرده.